افطار چقدر شیرین است. کاش همه ما بتوانیم افطار فقیر شیم. شک ندارم که این افطار دوم را خداوند بیشتر دوست دارد. سلام دوستای عزیز، در هر کجایی که هستین امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. ما امروی خانم ملحه صحبت های داشتیم در ویدیوی قبلی ما و وقت که این ویدیو را ما نشر کردیم هموطنهای ما از درد و رنج خانم ملحه باخبر شدن و کمک های را فرستادن تا ما برشان بتیم. سلام خاله جان. و علیکم سلام بچیم. خوب هستی؟ شکر فضل خدا خوب هستم. خب خاله جان، امروز روز پنجم رمضان است، چطور میگذرم؟ دیگه هستم دیگه. نیت داشتم که برم که کارم پیش ببره. اون جام سایه زنگ زد که به کالاشویی چیا مانده جمع کن. تو من خود روز باران از تفلکای من کجا نگاه کنم؟ تفلکای من خود نگاه الهی داده نمیتونم. باز هوا که صاف شد میایم کار رو پیش میبرم. مردم چی میکرد میگفت خواهید کار ما چطور کنم؟ خواهید تو بیا کار ما رو پیش برم. گفتم باشت که می هوا خراب خلاص شد که باز ما بیایم. دخترکم گریان میکرد مادر خود نان نخوردی ما نان چطور کنم؟ بچیم صبر کو یه ذره هوا صحیح شد. اگه هوا صاف بود میرم برد نان میرم برد چی میکنم. پشوی هم خیستیم بچه اگر چه خوردیم؟ پشوی یک ذره اگر این خدا یاره خیر بده یک ذره اگر بشکا برنج آورد برم کرد یک توت اگر نان کردیم اشتو ککا شیشتم خوردم. دیگه صبر به خدا کنیم بتون خدای تو صبر به تیمه را که یک چیزی کردیم کمک شد که میام تفلکایم بخورم خودم بودیم. دو روز سه روز خودم هم مریض بودیم. دخترکم مریض بود نتانستم جایم رفتم نتانستم. دنیم خانه مالم امروز گفتم برو میرم هوا خراب شد هم نتانستم رفتم. دنیم خانه اینا پایدم اینجا یک شیشته بودم دمو جد تذبیر چیزی من داختم که خدای کوچه ترقه زد. گفتم خدای رحم کو سرمو تو گم تفلک های مگه سرش وقت یک چیز کمک شده کردیشون. خدایی که بود خدا رحم کرد که شما برد سر راد ما رسیدی. ای دمی قروز کس نگفته که باش که امی سیاست امیجا نان یا خوراک روزه ددان داره امی چی داره چی نداره کس سوال پرسان از ما نکرد. خب وقتی که ما دروازه را تق زدیم شما چقدر خوش شدیم؟ بسیار از خدا رای زی داشتم. گفتم خدایا شکر که برای خودم نه برای صرف برای تفلک هایم یک چیز خون بیا یک برای تفلک هایم یک کمک شوه که تفلک هایم آرام باشه که از مادر گفتن مادر نان بر ما بیار مادر ما خود گشنگی مردیم. تفلک هایم گریان میکرد جگر خونی میکرد. برای هموطنان ما که از خارج بر شما و یا هم از داخل بر شما مواد خوراکه و یا مقدار پول نقد روان کرده چی گفتگی داریم باشه؟ از این اول خدا برشان این رو آرزو رو میخواییم خدا قبط ایشان که جمع کرده نتنه و این مسکین بیچاره که کمک کرده خدا از این باد از این باد آل خوب شده از این باز ایشان بسیار خوشی خوش هستم. خب خاله جان چند تا طفل داری؟ ما 5 تا طفل دارم. 5 تا طفل؟ بله. چند دختر و چند بچه؟ 4 تا دختر دارم، 1 دانه یک بچه دارم. خب برای تفلکایت یک هموطن ما 4 در جن بود روان کرده بودن و اینا کارد خودم بر ما داد که بر شما تسلیم کنم. اگر مواد خوراکی نیاز داشتین میتونین برشان زنگ بزنین برتان کمک میکنه. بله. و در کنار ازی من امروز وقتی که این طرف میامدم هموطن ما زنگ زده بود که ما مواد خوراکی را گرفتیم بیا امیره ببر. خدا دیگه ما عجله کردم برامدم و چپیه یادم رفت دفتر. بسیار زیاد معذرت میخوایم. ولی وعده میتم 100% که امانتی که پیش من مانده اونا رو برات برسانم. خدا ازتون راضی باشه. ایمه که کمکم کتما میکنی خدا ازتون خدا کتم کمک کنه. با امه که غریب مسکین بیچاره را که کمک میکنی خدا قبط ایتانه که جمع کرده نتانه. پین وقت نماز دخترکم پین وقت نماز میخوانه که خودم یک جای سر نماز میشینیم میگیم بچیم دعا کنین. تمام روزا یک دونه چیز ندیدیم اینا لازی بود هر هم شریان و کتیم بی مسکین بیچاره که کمک میکنه خدا ازش راضی باشه. تشکر خاله جان. شما هم کتی شما محرسنده باشید کتیم و کمک کردین. خیر است. این وظیفه ماست که در این وضعیت بحرانی که افغانستان قرار داره پل ارتباط شویم بین کسایی که نیاز دارن و کسایی که وضعیت زندگیشان خوب است. و تشکری میکنم از آن عده دوستایی که بر ما پول فرستادن و خواستن که دست یک متن فقیر ما را بگیرن. خب عالم من کمکان را برتان میخوانم. شبیر عمر از کابل 2000 افغانی و 4 درجن بود و چپلی ما برتان میارم یادم رفته ده دفتر. عبدالرحمن از دبی 9200 افغانی. شهیر از کابل 1 بوجی آرد، 1 بوتل، 1 بوتل روغن 5 لیتره، دیگه 1 بوجی برنج سلی اول برتان روان کردن. و یک هموطن دیگه ما که نخواست نامش ذکر شد، 1 بوجی آرد، 2 بوتل روغن 5 لیتره،
یک سر بوره و همچنان یک سر لوبیا را برتان روان کرده بود که جمله پولی که ما برتان آوردیم 11200 افغانی میشد که جمله ازیرا ما 500 افغانی را به خاطر کرایه موتر دادیم تا این مواد غذایی را تا اینجا برتان برسانیم و همچنان باقی مانده پول که است 11700 افغانی است که ما را برتان میتم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000, 500, 10,000 افغانی که را میتونید شما برای طفلکایتان مواد غذایی و همچنان در کنار ریزی برشان هر چیزی که نیاز داشتن بخورین و اینا را پیش دکتر ببرین و شبیر عمر برتان کارد خود روان کرد گفت اگر چیزی نیاز داشتین میتونین بر زنگ بزنین من برتان روان میکنم و بعض دوستای دیگه من خواستن که شماره تماس شما رو برشان بتم و شما برشان به شما به تماس شده و چیزی که نیاز داشتین برتان ارسال میکنم حالا میشه پیامتان رو بگوین پیام ما اینه میشه از خدا کتی میکنم خدا بتیشه که همه که مسکین بیچاره را کتیش کمک کده خدا ازش راضی باشه ما هم در شهید بیچاره مسکین بودم خدا ازش کمک کنه که می تفلکای مسکین همه بیچاره که کار میکدم از کار و چی در خانه مرکت کتیم کمک کد خدا ازش راضی باشه میگه بندگی آن است که در کوچه های زندگی دست کسی را بگیریم دوستای عزیز تشکر فراوانی میکنم از شما که بر ای فامیل نیازمند ما پول ارسال کردین و همچنان برشان مواد خوراکی ارسال کردین بسیار زیاد تشکری میکنم و کسی که میخواد به همچین وطنای ما کمک کنه میتونه از طریق شماره تماس واتساپ ما که در زیر ویدیوهای ما نوشته است به تماس شده و کمک هایتان بر اینا برسانین و دوستای عزیز یادتان نره که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بله چقدر خوش شدی که بوتا چپلی های نو پیدا کردی؟ زیاد خوش شدی؟ آه تبریک باشه زنده باشی چقدر خوش هستی؟ زیاد یک جهان تشکر بسیار از دان زیاد تشکر است بسیار خوش شدیم که بر ما سرپای ما رو پت میکنی بی اندازه خوش هستیم از دان خواهش میکنم وظیفه ماست که دست شما شکر زنده باشی بسیار زیاد خب بیننده های عزیز قسمی که برتان وعده داده بودم بود چپلی رو برای اینا رساندم به خاطر ای که وعده خلاف نشم
بله.